درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز دوشنبه است و 11 سپتامبر. مدتی از خدمت شما نبودم به جهت عرض میکنم بعض آزمایش های پزشکی و پیامدهای اون که در اون آزمایش ها چه بود. بله، وقتی که عرض شد که نمیدونم چی بگم، واقعا چه باید گفت، که شما همه اعتمادتون رو منحصر کنین به یک فرد و 7 سال به شما توصیه یک آزمایش خون ندهد. بله، حالا بگذاریم. و در این مدت نبودم، امروز آمدم خدمتتون چون واقعا خیلی دلم میخواست بیام و با شما صحبت کنم. 2-3 هفته هست که این میسر نبوده است. اجازه بدهید که یک غزل از حافظ برای شما بخوانم، بعد برمیگردیم سر این موضوع که در واقع اخیر، یعنی ارتباط آقای اوباما و سلاح‌های شیمیایی اسد و اینها. میفرماید: غلام نرگس مست تو تاجدارانند، خراب باده لعل تو هوشیارانند. تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز، وگرنه عاشق و معشوق رازدارانم. ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر، که از یمین و یسارت چه بیقرارانم. گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین، که از تطاول زلفت که سوگوارانند. نصیب ماست بهشت ای خداشناس، برو که مستحق کرامت گناهکارانند. خب اینجا باز هوا گرم شد. امیر جان اجازه بدید برویم یک توی بریک و برگردیم یک ثانیه. با درود بر شما وطنان گرامی، اینجا هوا گرمه. عرض شود که نمیخوام وارد داستان اینجا بشم که اینجا چه جور جاییست. واقعا خدمت شما عرض میکنم که همونطور که شنیدید، آقای اوباما یک التیماتوم داد به آقای اسد. اینجور جنایتکارا واقعا، میخوام به شما یه چیز بگم که این خاورمیانه بیشتر از 5000 سالی که در جنایت دست و پا میزنه. از اون پادشاهان بابل بگیرید تا آدمای مثل صدام حسین و همین آقا و خمینی و دیوان خانه ایست این خاورمیانه. بخش عمده این خونریزی هاش هم این هست که اینجا دروغگویان بودن، میگفتن ما پیامبرانیم. هر کسی آمد یک مهملی گفت، آدم‌ها رو به جان هم انداختن، فساد و نفاق و خونریزی و کینه و نفرت رو داشتن، محلش تولیدش هم همینجا بوده. بیابان‌های خشک رو عرض کنم که ریگ‌های روان، آدم‌های خشک مغز ظالم و خشن و خدای خشن و پیغمبران خشن و اندیشه های خشن ضد بشری از این بیابان های لمیزرع خاورمیانه برخواست. حاصلش هم شما نگاه کنید ببینید که در کدام جامعه انسانی شما چنین چیزی پیدا میکنید که شما بمب ببرید بذارید تو بازار، فقط به صرف که اینکه اینجا زندگی میکنید اینا شیعه هستن یا برعکس. باری یک حیوانی مثل این بشار الاسد، و از پدرش هم حیوانی بود در ردیف خودش، شما به یاد دارید، نمیدونم به یاد ندارید، اون آقا از سال 1970 آمده بود و چیز شده بود، در یک شب 30,000 نفر از همین در همین شهر حلب به قتل رسانید. باری این آقا اسلحه شیمیایی استفاده کرد، حتما بارها به کرات و مرات اینجا و اونجا دیدید که حاصلش چه بوده.
دارن خفه میشن. یکی از بیرحمانه ترین و میخوام به شما عرض کنم که ضد بشری ترین کارها استفاده از سلاح شیمیایی است. سلاح شیمیایی حالا در تاریخ ها آمده است که از روزگار قدیم آدم ها در فکر مسموم کردن دشمن بودن و آوردن که مثلا یونانی ها چاهای آبی که اسپارت ها بخواستن حمله کردن بهشون بیرون شهر اینا رو مسموم کرده بودن و اسپارت ها هم روی دیوار شهر گوگرد آتش میزدن، این چیزها رو آوردن که مردم شهر رو مسموم بکنن. در تاریخ چنگیز خانی هم آمده است که از جمله سلاح های میشه باید گفت که مهمش گوگرد بوده که حمل میکرده با منجنیق ها آتش میزده پرت میکرده که اهالی رو مسموم بکنه، چنگیز خان مغول. و میشنویم در این اسلام عزیز و محترم که بنیانگذاران هم اجساد در چاه ها میختن که البته اون از نظر کثیف کردن آب و تشنگی کشتن به جنگ شیمیایی مربوط نمیشه، ولی به هر صورت جسد هم بگنده. در واقع وقتی که شما یک سلاح استفاده میکنید که غیر از ضربت زدن و یک کار فیزیکی انجام میده، میده توی کاتگوری دیگر. سلاح شیمیایی بر اثر فعل و انفعال یک در واقع ماده شیمیایی با یک عضو بدن انسان عمل می کند. سلاح شیمیایی در حدود قرن 19 هست که علم شیمی گسترش یافت. و می خواهم یه توضیح دیگه هم خدمت شما بدم با اون، این که هر اختراع مهم می شده از ابتدای تاریخ تا به امروز، اولین فکری که کردن این بوده است که چگونه می شود استفاده نظامی کرد از این اختراع. کما اینکه همین اینترنتی که امروز در دست همه هست و بدون او زندگی میسر نیست، ابتدا در اختیار ارتش آمریکا بوده، یعنی واسطه ارتباط میشده از این دستگاه بین رئیس جمهور در کاخ سفید و پایگاهاش در سراسر دنیا. بعد این رو کمرشالایز کردن، در واقع لیزر به همین وجه بوده است. مثلا فرض کنید رادار، شما در تاریخ فیزیک اینا نگاه بکنید، اولین تفکری که بعد از یک کشف حاصل میشه این است که استفاده نظامی ما چگونه بکنیم از این برای کشتن آدم ها، از میان بردن آدم ها. باری در قرن 19 به خاطر گسترش علم شیمی گازهای سمی ساخته شد. اگر خطا نکنم به سال 1874 در بروکسل جمع شدن اروپاییان که این کار ممنوع بکنن، کارشون به نتیجه نرسید. سرانجام در هیگ به سال 1899 جمع شدن در اونجا و یک قطعنامه‌ای صادر کردن که ما نمیتوانیم از پروجکتایل هایی که، یعنی پروجکتایل یعنی چیزی که شما شلیک کنید از نقطه A تا نقطه B بره، مواد شیمیایی و سمی با خودش حمل میکنه شما استفاده بکنید. اما وقتی جنگ اول در گرفت، دو سوی قضیه پی بردن که شاید بشود از سلاح شیمیایی استفاده کرد و دشمن را از میان برد. اولین دولتی که استفاده کرده خیلی هم ناموفق بوده، دولت فرانسه بوده. به سال 1914 یک نوع گاز اشکاور رو کرده بودن توی نارنجک ها و اینها، یا با پرتابه ها بر صورت به سوی آلمان ها پرتاب کردن. خیلی بی تأثیر بود، آلمان ها متوجه نشدن که این چه بود اینجا منفجر شد، تأثیری نداشت. چون به خیلی چیزها مربوط میشه، یکی درست کنم که وزش باد هست به عنوان مثال، یکی وزن گاز هست که بلافاصله میشینه روی زمین، اگه سنگین باشه، اگه سبک باشه مولکولاش در هوا منتشر میشه. اینا متوجه نشدن. بعد آلمان ها بودن گاز کلور رو به میدان آوردن. گاز کلور، گاز زرد رنگ سمی است و
متفقین هم آماده نبودن، که البته بعد ماسک ساختن و اینها. این عکس رو نشون بدین که یه سرباز آمریکایی یادش رفته ماسکشو برداره، ببینید چقدر وحشتناکه. امیر جان اون عکس رو لطفا نشون بدیم. الو امیر، همون عکس رو نشون بدین لطفا. ولی ببینید این یه عکس خیلی خیلی عجیبی است، از نظر این که یک جبهه جنگ جهانی اول هست. اینا سربازی آمریکایی هستن که از اینجا رفته بودن برای کمک به اروپاییان. میبینید که بقیه به جز شخصیت دست چپ بقیه ماسکاشون دارن، اسلحه‌شون دستشونه. بله این بیچاره این سرباز یادش رفته بوده، ناگهان گاز کلور رو حس کرده، دست گذاشته بیخ گلوش، کلاهشو از سرش پرت کرده، تفنگش هم رها کرده، در حال خفه شدنه. دستش هم برده بالا، رفقاش هم هیچ کار براش نمیتونن بکنن، فقط دارن نگاه میکنن. این یکی از اولین نمونه های استفاده گاز خردگاز کلور هست. باری مرسی امیر جان. بعد هم عرض شود که یک سرباز فرانسوی است گویا میگوید ما ناگهان دیدیم که یک دیواری از یک گاز زرد در میدان جنگ پیدا شد، آرام به طرف ما آمد. میگوید که یه عده شیرجه رفتن توی سنگرها، چون میدونی سنگر به سنگر بود. بله ببینید اینها هم باز گاز رها کردن، ملاحظه میکنید. این در جبهه جنگ اول هست، گاز رها کردن به جهت باد کار خودش انجام بده. مرسی امیر جان مرسی. بله این عکسای از جنایات بشر، اینها یادگار هاست. بله این سنگرها رو ملاحظه کنید، در این سنگرها جنگ میکردن. باری میگوید یه شیرجه رفتن داخل این سنگرها، ولی بدتر شد احوالشون بیچاره ها. بله این هم بگیم ابزار حمل و نقل اسلحه شیمیایی متوجه نبودن اینا. بله کشتگان گاز شیمیایی هستن، گازهای خردل و سارین و هر شبکه فوسجن و انواع اقسام اینا رو ساخته بودن. بله اینا مسلسل چیا هستن که ماسک زدن. که مرسی امیر جا. بله گو بیاد یه شیرجه رفتن که مثلا خودشون رو محافظت کنن، بدتر شدن. اونا که ایستاده بودن کمتر صده می دیدن، به جهت اینکه گاز کلور خیلی از هوا سنگین تره، بنابراین فوری می نشینه زمین. بنابراین شما هرچی خودتون رو به زمین نزدیکتر کنید که بپوشانید، بدتر شد. بله این گاز کلور، بعد گاز فوسجن ساخته شد و گاز خردل. ها همین قربانی گاز خردل امیر جان، این تصویر رو نشون بدید. بله یک تابل های وحشتناک میزنه و از جمله کارهایی که میکنه در داخل این سینوس ها مخاط داخلی رو از استخوان جدا میکنه و درد وحشتناکی که تصور ناپذیره و شخص که در معرض اینجور گازها قرار گرفته بعد از یک مدت نسبتاً طولانی در منتهای عذاب علیم که گفتن اینا همین استفاده از این گاز هاست و از دو سو شروع کردن استفاده کردن. بعض اوقات اینا یه گاز هایی انداختن و موفقیت آمیز هم نبود، به جهتی که باد و تا بتونن تکمیلش کنن مدتی طول کشید و روی هم در جنگ بین الملل اول قریب 90,000 انسان در این جبهه های جنگ کشته شدند در خاطر همین گازهای شیمیایی فوسجن، گاز خردل. هر بشبتی یه گازی هم آمریکایی‌ها ساختن بردن چند تن و اینها و بیشتر از 150,000 بلکه بیشتر هم زخمی شدن. و بعد آمدن و در واقع پروتکل ژنو 1925 استفاده این گاز رو ممنوع اعلام کردن
و جالب است خدمت شما عرض کنم که کشور آمریکا امضا نکرد. یکی دو کشور بودن که امضا نکردن که ما آقا ما هنوز کارمون تکمیل نیست. ما این کار شریف انسانی رو ما باید یاد بگیریم تکمیل کنیم بعد ما هم چیز بکنیم. سال 1975 تازه کشور ایالات متحده امضا کرده که بله گاز شیمیایی نباید استفاده کرد. البته در تایی این دوران حتی نازی ها در جنگ دوم هرگز دیده نشد که در میدان جنگ از اسلحه شیمیایی استفاده کنند. هیچ گزارشی در این باب نیست. حالا گزارش ها هست که در اردوگاه های کار اجباری چنین میکردن و چنان میکردن و خفه میکردن و اینها به جای خودش، اما در میدان جنگ نازی ها هم استفاده نکردن. بسیار بسیار این کار کثیف و ضد بشری است، استفاده از این گازهای شیمیایی بر از میون بردن دشمن. آمریکا عرض کنم که انواع اقسام کارها کرده است. در همون روزگار جنگ ویتنام یک بار خدمت شما عرض کردم داستان ایجنت اورنج، یک ماده ساخت یک شیمیدان که لوبیا رو سریع رشد میداد، خیلی سریع. مثلا فرض کنید که اگه قراره که این گیاه 4 ماه طول بکشه که محصول بده، این ظرف 15 20 روز به اونجا میرسید. بعد ارتش آمریکا متوجه شد و آمدن و یه مقداری فرمول رو قوی تر کردن، برعکس عمل کرد. یعنی وقتی شما اینو میریختی روی جنگل ها تمام درخت ها لخت میشد و میریخت زمین، خاطی بدنم ویتکونگا کجا هستن. ایجنت اورنج و چه جنایتی بود این ایجنت اورنج. حالا باشون صحبت کنی بعضی کسا میگوین آقا ایجنت اورنج چیز شیمیایی نبود. پس چه بود اگه چیز شیمیایی نبود؟ پس چه بود؟ باری اون دانشمندی که این کار کرده بود سرانجام رفت پیش استاد خودش. اتفاقا اون استادش مشاور علمی آقای ریچارد نیکسون بود که در زمان او از این گازها مدت 10 سال داشتن میریختن رو ویتنامی های بیچاره بدبخت و اینا. به خود این آقا سفر کرد، این دانشمند جوان سفر کرد، بچه های سکله به دنیا آمدن. نمیدونید که در اون نسل بعد از جنگ چه فجایعی در ویتنام واقعا به وجود آمد بر اثر ایجنت اورنج و مزارع همه اینها از بین رفت و اینها. این تمام این مدارک رو تهیه کرد و برگشت و اینها. بله نشون بده همه جان اگه پیدا کنید بزنید ایجنت اورنج، بعد خودش میاد این تصاویر هولناک ناگفتنی. بله ایجنت اورنج. بله و سرانجام هر می شود که این آقای مشاور که اسمش من یادم نیستی که دانشمندم رب آقای نیکسون رو بله همین متقاعد کرد. از اینجور اطفال بر اثر بمباران شیمیایی در جنگ ویتنام خیلی خیلی وحشتناکتر از این هم اینها. و آقای نیکسون گفت خب اگه اینجور هستی که حالا دیگه نریزین ایجنت اورنج و اینا نریزین. و بعد پرونده بسته شد و حالا برای تمیز کردن اون منطقه که حتما مخاطر سنگینی داشت، بیچاره ویتنامی هم که پول ندارن که نمیدونم خسارتی پرداخت شد نشد، معمولا مسئول واقع نمیشن. ولی اینم نشون بدیم ببینیم. خیلی ممنون امیر جان. بله انواع اقسام داستان ها. باری تا 1975 دولت آمریکا هم امضا کرد و اینها. در خاورمیانه هر می شود که اسرائیلی ها شروع کردن به ساختن بمب‌های اتمی و این سوریه هم شروع کرد به جمع‌آوری مواد شیمیایی. میگویند بیشتر از 1000 تن، خیلی 1000 تن ماده شیمیایی.
اینها رو مشهور است که روس ها و چکسلواکی ها در اختیار اینها گذاشتن. انواع اقسامش هست، این انواع دیزاین ها داره، انواع چیزها داره، اینا که چگونه پرتاب بشه از توپخانه، از موشک، از تفنگ، اینا این آقا جمع‌آوری کرده که در واقع یک بالانسی باشه از قدرت بین این سوریه و اسرائیل، چون اونا اتم ندارن، شیمیایی داشته باشن مثلا. و شما تصورش بفرمایید که این چه دیوانگی است. چگونه میشه بعد توضیح داد که یک آدمی از یک خانواده‌ای اسمش هم بشار الاسد، به خاطری که بماند و حکومت بکند، بمب شیمیایی بریزه رو مردم خودش؟ چگونه میشه بعد این رو توجیه کرد واقعا؟ چگونه میشه بعد این رو توضیح داد؟ بیستم آگست بود گویا که این موشک میپرسن. این آقای اوباما هم قبلا گفته بود که آقا اگر شما اسلحه شیمی استفاده کنید، این خط قرمز ماست. ماشاءالله ما یک کت خدا باقری داشتیم مثل همین پرزیدنت اوباما بود تصمیماتش. بله بله شما راست میگید، حق باشونه. تصمیم میگیره بعد میخندید رها میکرد مثلا. نه، خط قرمز ماست. در این دنیا هم که این آمریکا حالا یک ابرقدرتی نیست، این قدرت آمریکا به طول و عرض ارتش نیست، این به شخصیت و قدرت تصمیم گیری و در واقع اراده رئیس جمهور این کشور است که بشه ابهت و عظمتی داده در واقع، نه طول عرض ارتش. ایشون آمد گفت که ما خط قرمز ماست، اگر استفاده بکنید ما چیزه میکنیم. حالا چرا میگوید خط قرمز ماست؟ یکی که اونجا همسایه اسرائیل هست، دیگر این که این 700-800 پایگاهی که آمریکا در اینجا اونجا دارد، خب اصلا پیشبینی نشده که این از خودشون از مقابل سلاح شیمی خودشون دفاع بکنن. سفارتخانه هاشون هست، خیلی چیزها هست. و این که مرتب میگوید که نشنال اینترست، منافع ملی ما هست، به خاطر این جریان هست. و اصلا مرتب استفاده کرد، نه اینکه یه بار استفاده کرده، حالا این باری بوده که خیلی مشهور شد، میگوین 10-15 بار استفاده کرد، آقای اوباما هم ندیده گرفت و اینا، تا رسید به این 1700-800 نفر. دستور دادیم نم چی کنن و بعد از اون پشت هم دست کاهدیم، کشتی‌های آمریکا رو نشون میدادن که آمدن در ساحل و زیر دریایی ها، انگلیس ها هم پهلو دادن و موشک های کروز هست که داره حمله میکنه، چنین میکنیم. اما هیچ رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا این کار رو نکرده بود که جناب اوباما که خیلی خیلی مرد نازنین و خوبی هم هست، اما ما میخواییم که کنگره در این باب چیز بکنه، مشاوره کنه، اجازه بده ما این کارو بکنیم. آقا اجازه ای رئیس جمهور آمریکا که این کارا رو نمیکرد که؟ رئیس جمهور آمریکا، آقا کماندر این چیف، فرمانده کل قوا، اساسا اگر چنین باشد که یک شاهی ارزش نداره آفیس پرزیدنسی. خیلی مسخره کردن اینجا و اونجا. حالا میخواهد که کنگره، یعنی یه 435 نفر از این سو دشمن کهنه های این آقا، میدونی که اوباما رو خیلی دوست ندارن، حالا خیلیش هم به نظر من دلیل نجات پرستانه داره که نمیتونن ظاهر کنن، ولی حقیقت امر همین هست. کنگره که میگوییم United States Congress، تشکیلاتی است دو بنیاد داره، یکی سنای آمریکاست، یکی مجلس نمایندگان، اصطلاحاً لوور هاوس. لوور هاوس هم بهش گفته میشه. 435 نفر اینجا رای میدن، 100 نفر اینجا، که حالا اینا بحث کنن ببینن این کار بکنن یا نکنن.
مایه آبرو ریزی. حالا اجازه فرمایید که یک موسیقی بشنویم و من به شما عرض خواهم کرد چه چیزی به داد پرزیدنت اوباما رسید، وگرنه آبرو ریزی میشد که میبایستی مینشست منزل دیگه تا آخر دورش هیچ کاری هم نمیکرد. در واقع اونقدر خونسا میشد آفیس ریاست جمهوری، اونقدر در واقع نیوترالایز میشد، خونسا میشد اگر این اتفاق نمیافتاد. اجازه فرمایید امیر عزیز یک موسیقی برای شما پخش بکند، ما برمیگردیم خدمت شما. با درود بر شما وطنان گرامی، قطعه بسیار زیبایی پخش شد که نمیدونم این ویولون از چه کسی بود. عرض شود که در باب داستان سوریه برای هموطنانی که در جریان امور این فلانپالهای اخیر در سیاست آمریکا نیستن عرض میکنم. بله، گفتن که ما میبریم به کنگره. رئیس جمهور آمریکا از این کارها نمیکنه، قدرت در واقع اینجور کارها در دست رئیس جمهوره. معمولا اول حمله میکنن بعد گزارش به مردم میده. یک کشوری که در جنگ عراق اونطور به فلاکت افتاد، اون مخارج سنگین، اون تعداد کشته و جنگ افغانستان، خب البته که موافقت نمی کند که به شما رأی بدن که شما برید جنگ بکنید. توضیحاتی هم که میدادن خنده آور بود واقعا. آقای عرض شود که آقای کری که در واقع وزیر امور خارجه است، میگه آقا ما یه اجازه میخوام خیلی خیلی کوچولو، خیلی یک حمله unbelievably small. میگو ها کسی بخواد جنگ بکنه از یه حرفا میزنه؟ آدمو به یاد یه کسی میاندازه که در ده یک موش افتاده تو روغن، روغنش، بعد رفته پیش آخوند، گو آخوند حضرت آقا، گفت یه موش افتاده تو دیگه راه نجسه. گفت که خب بله دیگه، مرده نجسه، موش نجسه. گفت آخه موشش خیلی خیلی کوچیکه. آخه میگه آقا من میگویم که نجس هست. میگه آقا واقعا موشش خیلی خیلی کوچیک. آخه حمله نظامی خیلی 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 کوچک. بله آقای کری یه چیزای عجیب گفتن که هیچ کمدیانی در تاریخ آمریکا نگفته. بعد از این سو داده دست کنگره، همه گفتن آقا ما مخالفیم، کی به شما رأی میده؟ و وقتی رئیس جمهور چیزی بخواهد در چنین شرایطی و سنا و کنگره به او ندهد، یعنی رئیس جمهور بهتر است بنشیند خانه، یعنی نه حیثیت خواهد داشت تا پایان عرض میشود که دورش، نه کسی یه گوش به حرفش میده. بعد تشریف بردن به روسیه و اونجا با پوتین صحبت کنن اینا. از این سو میگوید به من پشتیبانی کنید، رأی بدهید که من برم جنگ کنم. از اون سو میشینن میگوید که من و مردم انتخاب کردن که برای صلح باشم. خب معلومه کسی به شما نمیده. در این میان ناگهان از بازی چرخ کج رفتار لاکردار، یه چیز به داد این آقای اوباما و تشکیلاتش رسید که حیثیتش حفظ شد. و اون این که آقای کری بدون این که قرار بوده باشد چنین چیزی بگوید، بدون این که سابقه باشد، من مطابقه عرض کنم که سخنانی که بزرگان این مملکت و تحلیلگران و سیاستمداران و اینها در این باب گفتند، بنده مریض بودم نشستم منزل گوش دادم و برداشت خودم از اون لحظه که آقای کری این رو گفت این بود که این نقشه نبود. یک خبرنگاری گفت که آقا حالا شما میخواین حمله کنید به سوریه؟ ولی گفت آقا هیچ طریقی هست که دیگه راهی باشه؟ یک مرتبه آقای کری گفتن بله این است که ایشون بیا تمام اسلحه شیمیاییش اینا رو تحویل جامعه جهانی بدهد، سازمان ملل فلان بدهد، وقتی که اونم که امکان پذیر نیست. یعنی یه چیزی در واقع از دهانی آقا پرید. اولین کسی که این رو گرفتن روس‌ها بودن، دومین کسی که گرفته بودن همین بشار اسد داردسته بودن و بقیه این شد یه پالیسی.
که از دهن آقا در رفته بود یه حرف لاتاهلی، هیچی. بعد این باعث حفظ آبروی جناب آقای اوباما که میگم بسیار بسیار مرد نازنین و انسان بسیار بسیار بزرگواریست، خب هر کسی را بر کاری ساختن باری. و بعد که قرار شد که بیاید و به مردم رو قانع بکند که این کار ضرورت دارد و ما می ایستیم و نمی گذاریم که این بشار الاسد مردم رو با گاز خفه بکند و این خط قرمز ماست، آمد گفت خب حالا که اینطوری شد، بله درست هم هست این که خدا باقر ما اینجا وارد عمل شد، بله بله درست حق با این آقای کرد، راستی بعد فکری هم نبوده، حالا به چیز کنیم نگر داریم رای ندید، چون رای نمیدادن، رای بگید آمار که میگرفتن رای نداشت در کنگره که اصلا رای نداشت، همه بود آقا ما به ایشون رای نمیدیم، بله حالا رای ندیم، رای برای جنگ لطفا ندیم، نگر داریم. هر میشود که تا اینکه ببینیم که اینا رو ما سریع از این پسر اسد این از اسلحه‌شو بگیریم. روس‌ها هم خدا خواسته افتادن وسط یه چیزی که دیگه نمیشه علاوهش حرف زد، آقا میخواد اسلحه‌اش تحویل بده، شما چه میگید فلان اینا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حالا داستان اسلحه گرفتن، اسلحه شیمیایی، بشکه‌هایی که این تپانده زیر زمین معلوم نیست چند صد تن اطراف اکناف سوریه، یک پتو باید کشید روی سوریه و بعد زیرزمینا رو با چراغ قوه و نورافکن و اینها رفتید کجا 4 کیلو مواد شیمیایی هست اینا رو گرفت. اینم یه بازی خیلی خیلی مسخره‌ای بود که فکر کنم به عنوان یک چیز پدیده کمدی. یه وقتی آقای جیمی کارتر رئیس جمهور شد، خمینی هم آمده بود و این آمریکایی ها گرفته بود و اونجا زندانی کرده بود، یک کاری کرد این مرد آدم تعجب میکنه واقعا، یک حرفی زد این مرد، آقای مرد رئیس جمهوری مملکت این چی میگه؟ حسن هیکل رو صدا میکنه، حسن هیکل روزنامه‌نگار بسیار بسیار معروف مصری رو، آقای جیمی کارتر. جیمی کارتر مرد بسیار بسیار نازنینی بود، هست هنوزم هست، بسیار انسان شایسته بزرگواریست، اما هر کسی رو بهر کاری ساختن، هر شبت که این ریاست جمهوری آمریکا بودن و تصمیمات قاطع گرفتن و کارهای بزرگ کردن و اینها کار هر کسی خوب نیست. آمده حسن هیکل رو آورده و حسن هیکل گفته برو به این خمینی بگو اینا گناه دارن، اینا تو رو خدا فکرشو بکنید رئیس جمهور آمریکا، ببین چه چیزی گفته. حسن هیکل گفت خیال میکنه من دیوانه هستم، بیا برو به این خمینی بگو اینا گناه دارن، دیگه جرمشونه کشیدن بیچاره ها، اینا کارمند بیان اینا تو بیابونا رها کنید در راه خدا. گفت حالا بعد چی میشه؟ گفت وقتی خمینی اینا رو در بیابان ها رها کرد در راه خدا، ما هلیکوپترامونو میفرستیم اینا رو یکی یکی جمع میکنیم. گفت که فشار رو بردم به هیکل، آمد گفت آقا این رئیس جمهور آمریکا به من چنین چیزی رو گفته، این خیال میکنه من دیوانه هستم برم همچی چیزی بگم که بیاند اینا رو در راه خدا. اون دیگه خیلی مضحک بود، ولی حداقل همون جیمی کارتر یک التیماتوم سختی بعد به خمینی داد که اگر این کارمندان ما رو گرفتید محاکمه کنید 11 شهر از شهرهای شما رو ما پاک میکنیم از صفحه زمین. خمینی هم در گفت چلو کباب های محکم بدهید، مواظب اینها باشید نکند اینا صدمه ببینن، پیغام داد، در واقع تهدید اتمی کرد جیمی کارتر. شهر هم نوشته بود، قوم یکیش بود که اگر شما کارمندان ما رو چون خلخالی گفته ما خواهی محاکمه کنیم ما 11 شهر شما رو از روی زمین پاک میکنیم.
آخوند فرار کرد. بگذاریم. حالا داستان این هست که آقای جانکری هم بلا فاصله راه افتاد و اصلا این مطلب که آقا این اسلحه شیمیایی انداخته 10500 نفر ریاست کشته، 100000 نفر آدم کشته، چند میلیون رو آواره کرده، هیچ مد نظر نیست. هیچ مد نظر نیست که لااقل اون عناصر ملی و درست حسابی که برای انداختن این رژیم اسد دارن جانفشانی میکنن، اینا حساب اینا رو از القاعده و نمیدونم جیش نصرت و هر این چیزهایی که اونجا زیاد هستن از توشون من نمیدونم جدا بکنن، به اونها حداقل کمک بکن. اینم از این داستان. خیلی خیلی انترتینینگ به قول اینجا یا سرگرم کننده بود این داستان، هنوز هم ادامه دارد، هنوز هم ادامه دارد. آقای پوتین هم هر روز پل زده از مسکو به دمشق، هواپیما پر اسلحه، کمبودش هم آخوندهای خودمان میده برای کشتن مردم سوریه که بشار اسد بمانند و خانومش. بله عرض میکنم خدمت شما که یک تلفنی من در واقع برای ارتباط با هموطنان داریم و عرض کردن یک هفته هم در واقع یک روز یک شنبه هم در خدمت هموطنان بودم، دیگه فرصت نشد، دیگه حال من به گونه ای نبود که بشود که ما بتوانیم ارتباط رو برقرار کنیم. امیدوار هستم که اندک اندک اوضاع احوال بهتر شود و بتوانیم که روزهای یک شنبه، حالا اگر هر هفته میسر نباشد، هر دو هفته یک بار در خدمت شما هموطنان باشم که با هم صحبت کنیم. در اینجا این برنامه رو بایستی ببندیم با اجازه شما و تا برنامه دیگر از شما خداحافظی کنیم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.